نایید ببین لباسشویی روشن نمی کنی، الان همه جورابای من کثیفه. خودت روشن کن، بشور پهن کن. آها بله، ولی یه جفت جوراب تمیز داشتم، اون خاکستری تیرهه. الان نمیدونم اون کجاست. همونجاست. همونجاست یعنی کجا؟ توی کشو، کمد، میز، کجا؟ همونجا یعنی من پوشیدم پدر جان. خیلی بیجا کردی پوشیدی؟ تو خودت مگه جوراب نداری؟ نه دیگه ندارم پدر جان، دیگه سه جفت دارم اونم کثیفه. پول بده جوراب بخرم این داستانا نداشته باشی. ای بابا تو این اوضاع شما چه بحثایی میکنین؟ دوستت مریض وایسادی اینجا چونه جوراب میزنید و گوی سرم رو درست میکنم. آه هنگ هست خب پتر جون شرط بیا نوه جوراب خودته؟ بله این زنونه هست که نایی بابا این نوع جوراب زن و مردونه نداره. بله اینا اسپورته واسه اسکی هم میپوشن حوله یه دیگه. این کاغذ کادو این چیه من پام کنم آخه با کت شلوار توسی جوراب کفش مشکی جوراب میشه. ببین بهرام ببین چقدر بهانه داره میاره سر یه جوراب، برو بگی بپوش. من بیچاره الان باید تو این شرایط پیش دوستم سهیلا باشم که داره از غصه میمیره. ای با خب بپوش بریم دیگه، هی داری بحث میکنی با من. تو آماده ای؟ بله پوشیدم اینا آماده. چه میخندی تو؟ نمیاد بپوش سری داری میپوشی بهرام؟ خب عجله کن، خب دیره دیره. عزیزم خسرو، خسرو جانم، خسرو جان، آخ ناهی دیدی؟ آره عزیز دیدی بدبخ شدم، در به در شدم. ای جانم برونه برم، اینقدر خسته نخور بابا، این پیشرفت کرده، هزار تا کار میشه کرد. کار مرده داره. صبر داشته باش توکل کن به خدا. یادتون میاد که تو جو ورزش و لاغری بودین؟ هممون تحت تاثیر عوارض داروها قرار گرفتیم غیر از خسرو. تعادلو ببین، نه تعادلو ببین، بدنو نگاه، این ماهی بدن. صد بار نصیحتتون کردم، گفتم از این قرصا نخورید، اینا همه عوارض داره، مسخره بازی، کلک تبلیغاتی، گوش نکردید که. بیا بدنه نگاه کن. من از شما یک سوال میکنم، شما فکر میکنید آخرین باری که رفتم بیمارستان کی بود؟ خودم میگم زمانی که به دنیا اومدم، با گنداغه اومدم بیرون. در تمام مویرگای من گله گله گلبول سرخ بیتوته کرده. این بدن اینه تانک. آه بیا آه زده ضربه بیا بزن آه بزن. این بدنی که من دارم البته این آخرین جمله‌ای بود که خسرو تونست بگه. آقا این تریاج متینه متینی به اتاق من یواشتر بیمارستان نام اونجا نوشته، برو بخون ببین چیه. آی خسرو آی خسرو چه خوشحالم. خسته نباشی. آی قلبم ریخ، این چه آهنگیه خسرو؟ آدم میذاره رو گوشیششم سکته میکردم. وای همکارش هنوز خبر نداره. این آهنگر من منش فرستادم، دوست نداشتی؟ حالا تو فرستادی؟ پرستار درخشانی به آی بیتا آی بیتا دیگه این آهنگ تو خونه ما پخش نمیشه. بیتا دیگه ما این آهنگو نمیشنویم. نه نگران نباشیم، بعد فوتش براتون میفرستم. پدرشون یادگاری باید داشته باشن، دلشون تنگ میشه. بعد بله بله فهمیدم، بله ببخش. بله این
آهنگ از گوشی خسرو آهنگه. باش سویلا جان عزیزم یه ذره آروم باشی، بیمارستانه، بلشم هم چیزی معلوم نشده، یکم صبر داشته باش دیگه، شلوغش میکنی. مور اصلا چیزی معلوم نیست، اصلا نکنه تو یه چیزی میدونی به ما نمیگی. این چه طرز حرف زدن با مامانته؟ چی میدونم من نمیگم؟ من نگران شوهرم هم حق ندارم نگران باشم. اینم به من نمیبینی؟ ببخشید شما رو صدا کردن ها، شما سهیل خانم. بله با شما کار دارم. همراه خسرو جراح. اصلا اسم من رو نگو، اسم من رو نگو، تو شنیدی؟ نه ببخشید من همراه آقای جراح هستم. دفترچه بیمه داری؟ نه متاسفانه. 2,580,000 ریال؟ تومن. چه خبره؟ یه سروم زدین دیگه؟ خب که مثلا آقا ما توی سرومش آب طلا ریختین مثلا. آب طلا نریختین دوست عزیز، آزمایش خون، آزمایش مغز و استخون، آزمایش بصل و نخاع، MRI، MPG، MPA، همه اینا به کنار، هزینه استفاده از تخت، ملافه ها، استفاده از کوله، استفاده از برق یخچال، اینا هنوز هیچ کدوم محاسبه نشده تازه. یه کوبیده اضافه هم داشتیم جان؟ نه ببخشید نمیشه چیز کرد، قصی کرد؟ نه خیر آقا. هم بهرام میگم کارت بابا پیش من، شما چه روزی من حساب کنم؟ نه ابدا، اگه اجازه بدم عمو، این حرفا چیه؟ من برای همین چیزا اینجا هستم دیگه، خواهش میکنم. نه من حساب میکنم. نکنه لطف کردین، خیلی ممنون. نه نه انجام وظیفه است. عمو بیتا جانم، علی ببخشید من این کارتم رو مثل این که جا گذاشتم نمیم نیست. خود خب بذاری من حساب میکنم اشکال نده. بفرمایی رمزش آیا اجازه بده؟ ببخشید بفرم رمز مثل مسواک خیلی شخصی. شانس آوردم کارتم همرام نبودا، چون هیچی توش پول نبود. همراه خسرو جراح. سلام آقای دکتر، خسته نباشید. من همراه آقای خسرو جراح هستم. بله بندم دکتر بی‌پروا هستم. خوشبختم آقای دکتر. آقای دکتر من صمیمی‌ترین دوست خسرو هم. خواهش میکنم بدون ملاحظه بی‌پروا رک و پوزکنده به ما بگین وضعیتش چطوره. بله. ما همگی آمادگیشو داریم. بله عرض کنم خدمتی که دخترم آقای دکتر بگین یه چیزی شد. عرض میکنم خدمتتون، داشتم عرض میکردم خدمتتون که آقای دکتر من همسرش هستم، هر چیزی که هست با من در میون بذاری من تحملش چطورم. ایشون مشکوک به بیماری لوپوس هستن. وای نمیدونی چیه که شلوغش نکن. ای وایسا بفرمایید. در این بیماری گلوبول های سفید به گلوبول های قرمز حمله میکنه و بعد بیمار فاتحه. آقای دکتر آخه این چه طرز خبر دادن شما؟ دکترین مثلا آمون باش عزیزم، خودتون با روک و بیپروا بگم. نه دیگه خب بیپروا آقای دکتر. خب آقای دکتر این حالشون رو ببینین آخه. ای بابا از کنم گفتم که مشکوکه، جواب آزمایش های نهایی بعدا مشخص میشه، فعلا بهتره بریم و بهش روحیه بدیم. با دادن روحیه بیماری لوپوس ممکنه درمان بشه. ولی فقط ممکنه. باشه امکان. بله تجربه نشون داده که دادن روحیه باعث میشه که بدن بیمار مقاومت بیشتر یا در برابر بیماری از خوش نشون بده. فعلا هم بهتره برین و بهش روحیه بدی. فقط ممکنه. بیا عزیزم بده. بیا. آیدا که ببخشید یه لحظه ببخشید. من آیدا چور میشه من این سلفی با مریض بندازم؟ نه نمیشه آقا. چرا آیدا چور؟ گفتم نمیشه آقا. اینقدر بی عاطفه ای که اصلا درکی از موقعیت نداری؟ پدر جان یه مد زهر ماره. پدر جان میخوای خسرو بذار بمیره، دهنش اینقدر باز، چشا باز چپ باشه، بعد برو بالا سرش عکس سلفی بگیر. اصلا پدر جان عموم دوست دارم عکس بندازم، میخوام اینجوری باشه ازش عکس بندازم. شما مشکل دارم عکس آقا میخوام بندازم. برو بگیر. بسه بابا. میشنوی ناهی؟ این داره خرخر میکنه، داره جون میده، این بیچاره داره میمیره.
نه 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 سهیلا خانم باور کنی خوابیده داره خورپف میکنه. خسرو خسرو جان خسرو 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 ای بابا برام جان دم مرگم نمیذاری یه نیم ساعت مثل آدم بخوابیم. ای بابا چه گیری کردی بابا. دور از جونتون دیدی الکی نگرانی حالشون خوبه فقط خواب بوده. سهیلا جان هی شلوغش کن شما. چه حرفی میزنی ناهید آخه این چه حرفیه؟ بالاخرهش که میمیره تنش که میمیره. سهیلا خانم این چه حرفی آخه جلو مریض من نباید جلوش بگم شما الان باید بهش روحیه بدین آخه. ای بابا برام جان چه روحیه ای من که اول آخر رفتنی هم شاعر میگه گلچین روزگار عجب با سلیقه است میچیند گلی را که به عالم نمونه. روشو جون هنوز چیزی معلوم نیست که باید تو قوی باشی. دکتر نمیدی بپذیرش. باشه بی تو دختر گله ببین اینجا کمپوت داریم بیاریم هم بخوره. ضعف کرده بابا اینجا فقط سوپ میداد آدم بخوره. بابای خوشگله. ای بابا سیب چیه؟ گلابیه بابا. ببین اینجا آناناس چیزی نداریم بخوره. خسرو جون میخوای برات آناناس بگیرم؟ آره دو تا آناناس بگیر یه دونه هم چیز بگیر نه گلاس بگیر گلاس رو چشم بپر یه دو تا آناناس بگیر. پول ندارم بابا جان. منم که میدونی کارتم همراه نیست. پول تو جیبیاتو چیکار میکنی؟ جون 20 تومن به من دادی برای تا آخر ما امروز سومه. داد بزن برو تو کوچه داد بزن. بله حالا میرم میگیرم میرم قبلش یه سلفی فقط من بندازم. ای بابا دیدی حالش خوبه هی شلوغ میکنی نگران نباش بابا برو دیگه پویا تو هم برو دیگه بچه بی ادب. خسرو خسرو جانم منو تنها نذار. نمیذاره نمیذاره قربونت برم. بهرا جونم داداش عزیزم تو چرا جوراب زنونه پوشیدی؟ این نه خسرو زنده نیست این اسپورته. عزیزم آخه کی با کت شلوار جوراب اسپورتی پوشه؟ ببین اینم دختره نازم بیتا. بیتا جان بابا بخون. مطمئنی بابا بخونم؟ عزیزم بخون دیگه. بخون بیتا جان بخون. رفت از جهان گران مایه پدری اندر خمه کوچه های گذری. کوچه ها گذری؟ رفتم و دیگر بر نمیگردم تا ببینید که دیگر رفتم. رفتم این پس یاد مرا نگه دارید که جهان دریغ است از گران مایه پدری. بیتا دخترم قربون اون شکل ماهت توی موقعیتون چیه میخونی شما؟ سالیشه رو بابا خودش نمیشه گفت سر سنگ قبرش بنویسی. یا خانم دخترم رو سرزنش نکنید من خودم گفتم بخون اصلا شعرشم خودم سرودم. سهیلا همسر فداکارم از مهمونم خوب پذیرایی کنی چیزی کم و کس نداشته باشی. سنگ قبرم هم یه مشکی متالیک باشه به صحبتم سپردم قبرم یه جایی باشه که خوش ویو باشه خوش آب و هوا باشه عالی باشه دلم نگیره اون تو بابا بالاخره. خسرو خسرو تو دیگه مردی. خسرو تو مردی. آخ ناهی سهیلا من میدونستم من میدونستم یه روز خسرو میمیره. سهیلا جایز اولی که همه ما قراره یه روزی بمیریم بعدش هم زشت خجالت بکش جلو اون دخترت قربون شکل ماهت برم. من دکتر چی گفت باید بهش روحیه بدیم؟ پس آروم آروم آرامش بیا دقیقه بریم من کارت دارم. پاشو نه نه من اصلا نمیتونم. پاشو ایده خیلی خوب کجا پاشو از این خسرو اومدم. بچه بی ادب من دارم میمیرم تو با جنازه من داری عکس سلفی میگیری. ای بی ادب ببخشید گفتم یه دقیقه گوش کن. سهیلا یه دقیقه آروم. سهیلا یه دقیقه آروم باش. خب میشنون الان بهرام من دارم بهش میگم ما باید بهش رویه بدیم اگه دکتر اینجوری نگفته. خب بابا این وضعش خرابه وخیمه ولی این خواهر تو فردا زنده بمونه اینقدر بهش رویه بدیم یه هفته بیشتر زندگی کنه لذت ببره از زندگی نبره. سهیلا خانم دکترها که هنوز جواب قطعی ندادن. نه 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 شما خواهش میکنم خودتون رو نبازیم به خاطر اون بچه هم که شده. من الان همین رو گفتم. ببینی آقا این داغونه این داغونه.
تو نباش تو برم خودتو خالی کن بیشتر بزن خالی چه بذاری من خالی چه خالی شو تو الو چطوریه؟ آره من که فامیلامو خیلی حالش بخیمه بنده خدا. آره هر لحظه امکانش هست که. آره فکر کنم الان زنگ میزنم بهت. یه رو 20 دقیقه فکر کنم تموم شه. آره خدا. من این وصیت‌نامه‌مو بهرام جان نوشتم. بهرام جان وصیت‌نامه‌مو نوشتم. خب چرا گذاشتی تو جیبت؟ بخون دیگه. بهرام جان به وقتش بعد از مرگم همتون میخورید. تو میمیری خسرو، تو میمیری. سهیلا جان عزیز من یه ذره آروم، من اینم با شما اونجا صحبت کردم آرامش بعد الان بدی. دخترم بیتا برو از تو اتاق اون کچلوار قشنگی من رو بیار بابا. کجا میخوای بری؟ کجا میخوام برم با این حال نظرم؟ من تا دم آبخوری نمیتونم برم. ای بابا میخوام با اون کچلوار پسر چند تا عکس شیک از من بگیره، بعد از مرگم خانواده‌ام برای پیدا کردن عکس ترحیمم عکس اون آگهی اینقدر زخمی نکشه. بابا نزن این حرفا رو. دخترم برو عزیزم، برو دختر گلم. ای بابا جا مادر پاشه دیگه. ای بابا بری وقت تنگه، وقت تلاس منو دریابی. گرفتی؟ بله. یه نیم روخم بگیر. یه نیم روخم بگیرم. اینم گرفتم. بیتا جان مادر این در رو باز کن. پاشو آفرین مادر. ببین چه کیفیتی. سهیلا همینو بزنید رو اعلامیه، هم خیلی کیفیتش خوبه. سلفی هم بابا زنده است. با احترام با احترام عکس گرفتین؟ خوش به سعادتم، هم تو عروسیت بودم هم تو عزاد. بشین. الان خوبه؟ چلوم به بعد، چلوم به بعد. راست میگه، راست میگه. الان داغیم، نمیفهمیم که. صحبت جان، برای مراسم ختمم چل چلال سفارش دادی؟ همه چی هماهنگه. نور به قبرت، نور به قبرت. تمام سازمان بورس منتظرن مراسم از اونجا انجام میشه. همه صفحات مجازی رو سپردم، همه رو هماهنگ کردم. کارای تبلیغی همه جا انجام شد. روزنامه کثرت الانتشار چی؟ همه. اما کلیپم میگیرین؟ کلیپ سه دوربینه با چه کیفیتی؟ اینجا چه خبره؟ چی کار داریم میکنی شما؟ سهیل خانم خواسته بودن. با احترام، با احترام. راستی کتابش هم آماده شد، به زودی به چاپ میرسه. خاطرات خسرو جراح از کودکی تا مرگ. از زبان همسرش. آهای گفته اینا. یه لحظه ببخشید، فکر کنم اینا رسیده. کیه؟ بله خودشونه. بله 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 بله. بفرمایید بفرمایید، اینا رسیدن. شما تشریف ببرید. اصحاب رسانه، هنرمندان، خبرنگاران همه دارن میان. ایداد 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 ایداد. صحبه این چه میکنه؟ این مسخره بازیه چیه؟ آرومه. یعنی چی آخه؟ احترام با احترام. با تشکر خسرو جراح، با احترام شیک دور از حیاهو. من نمیفهمم تو چرا داری اینقدر خودشیرینی میکنی؟ بهرام جان مرگ حقه. امروز خسرو، فردا تو، یه روزی هم شاید من. حکیمی را گفتنده؟ نه خیر، خودم گفتم. بابا ما باید تو عالم دوستی به هم دیگه خیر برسونیم. خسرو داره میره، میخواد یه خیری به ما برسونه. یه خونه چیزی ازش نگیریم. رفیق قدیمی اون داره میمیره، بعد تو به فکر کندنی؟ همین دیگه، نه خود خورم نه کستم. بابا جان این رفیق قدیمی داره با دست و پنجه مرگ میزنه. برعکس گفتی. با مرگ دست و پنجه میزنه، حالا هرچی. میخواد قبل از مرگش اموالش رو تقسیم کنه. خانواده و دوستان، ما میخوام یه یادگاری کوچیک ازش بگیریم، به یادش باشیم. بده؟ بده بده. خیلی خب، بذار بذار یه جوری دیگه بگم. ببین بزرگی را پرسیدن. خب کی بزرگ؟ در مورد حکیمی را گفتن. میرن آدم ها از اونا فقط خاطره هاشون
فیلم جا میمونه. حالا همه با هم پرسید زیر لب. واقعا موقع خوندن یه همچین آهنگیه؟ تو نمیبینی شرایطو؟ ما همه حالامون بده. خانواده عزیزم، دوستان خوبم، ازتون میخوام که همه گی من رو حلال کنی. سویلا همسر عزیزتر از جونم، باید من رو ببخشی. سویلا جان تو من رو ببخش. سویلا حلالم کن. سویلا سویلا جان جانم خسرو جانم، یادت همیشه بهت میگفتن تو تنها عشق زندگی منی. آره یادم خسرو. الان میخواستم بگم که چی خسرو؟ همچنان تو تنها عشق زندگی منی. خسرو منو ببخش، ببخش خسرو. من چی ببخشه قربونت؟ ای وای من در حقت بد کردم. سهیلا همسر مهربانم، من در مورد املاکی که داشتم، مایملکی که داشتم و داراییام به تو یه دروغایی گفتم که الان میخوام بهشون اعتراف بکنم. سهیلا جان من صاحب 4 ویلا در شمال کشور، 2 ویلا در جزایر قناری و 70% سهام یک شرکت بزرگ نفتی هستم. میشنوی بیتا؟ یه پنت هاوس دارم، 2 برج، یه جزیره تو دریای مدیترانه. اما خوش رو جزیره داری؟ پنپه جزیره دارم دیگه. خب وقتی دارم میگم، در ضمن یه دونه کشتی هم دارم تو دریای سرخ مدیترانه به سرخ، دست ناخداست اونجا مسافرکشی میکنه باش. مسافرکشی؟ بابا مسافر کشی که نه، منظورم اینه که کشتی مسافریه دیگه. خب مسافر جا به جا میکنه دیگه، گیر نده صحبت. خسرو جان چرا اینا رو تا الان به من نگفته بودی؟ یعنی همه اینه مال تو خسرو؟ مال منه البته. خب یک گیر و گورای قانونی داره، یک سری مراحل قانونی داره که اینا باید طی بشه تا کامل به نام بنده بشه. من که حلالت میکنم مرد، اصلا تو حلالی. بهرام تو منو حلال کن. برای چی؟ بهرام جوان که بودیم، اون روزو یادت بهرام؟ یه چنگم بزنم جینه داداش، یک امارت من بسازم جلس تو کل پنجره، یک امارت من بسازم جلس تو کل پنجره. سلام علیکم. فرق و بهرام فرق چی خوب نگه داشتی آتش روشن. یعنی نیم ساعت رفتی واسه 2 دونه سیب زمینی؟ همینم با بدبختی داد خسرو، میگفت حساب بابا از شما جداست، من الان به شما جنس بدم بابا میاد میگه چرا به این پسر جنس دادی؟ یعنی نگاه کن 2000 تو بازار اعتبار نداری. چون که میرفتی که همینم بهت نمیداد که بلش یکی. علی دو تا گندش هم گرفتی ها. الان بریم. یک دو سه. بفرمو چایی. بفرمو چایی عرب جون. خسرو این پایان نامه من اینجا بود، ندیدی؟ پایان نامه؟ آره نگونی داده شد تو خونه گذاشتیش. نه آخرین بار آوردم گذاشتم اینجا تو حیات. نه ماره تو خونه هست 100% داداش، اتوانه تو خونه رو درست زمین نگشتی. اگه پیدا نشه بدبخت میشم. یه سال رو دارم روش کار میکنم. واقعا؟ آره. نه حتما تو خونه هست، حتما نه تو خونه. من برم تو خونه رو یه نگاه بندازم. گرن زدم. اوه سوده به من چیم کسا نهیده. خیلی بی‌معرفتی خسرو، میدونی من برای اون پایان نامه چقدر زحمت کشیدم؟ میدونی من از زندگی چقدر عقب افتادم؟ 2 سال عروسیمون عقب افتاد دیگه. بهرام جون فقط که این نبود، یکاش فقط این بود. من شرمنده تو هم، بهرام روسیای تو هم. میگم یادت میخواستیم بریم خدمت سربازی اعزام بشیم؟ یادت تو خیلی زود رفتی، من از اون خیلی دیر اومدم، من از دستی خیلی دیر اومدم. آخه از بچه محلا شنیده بودم که اونایی که صبح اول وقت میرن اعزام میشن مناطق مرزی، مناطق محروم، مناطق خطرناک. خیلی بی‌معرفتی خسرو. خب چرا به من نگفتی؟ تو میدونی من چقدر سختی کشیدم، تک و تنها افتادم تو کوه و جنگل خدمت میکردم. دو سال تک و تنها دلتون اومد؟ توی منطقه خرس خیز خدمت میکردم، هی همینطوری خرس حمله میکرد.
با هلیکوپتر برای ما غذا پرت میکردن. دو سال اینجوری تغذیه کردی دیگه، دو سال. پدر جان چرا حالا از هلیکوپتر پرت میکردن اینا رو؟ پدر جان شما فکر میکنی برای چی؟ چون جای فرود برای هلیکوپتر نبوده نه؟ آره. بهرام جان در تمام اون دو سالی که تو اونجا سختی کشیدی باور کن من دو سال عذاب بشتم. نمیبخشمت خسرو. ببخش تا بخشیده شوی. الان وقت نبخشیدنه. بابا این بنده خدا داره به دنیا چنگ میزنه برای آخرتش. ما نباید بذاریم چنگش از قبل بیرون بمونه. باید کمکش کنیم. چقدر قشنگ میگه، میگه حکیمی رو گفته. بابا کوف بخشیدمش آقا جون، رفیقمه دیگه. من دارم میمیرم این حکیمو ول نمیکنه. پویا جانم پسر با ادبم، تو خیلی بیرحمی، به این بچه ای بنام رحم نکردی؟ نه بابا پویا، یادت تو اون بازی کامپیوتر من تو ماشین بازی میکردی؟ من همه کدای تقلبش از قبل خریده بودم. میدونم عمو جان به روت نمی آوردم، وگرنه من خودم ته همه این داستانم. این چه طرز صحبت کردن با بزرگتره؟ بله ببخش، من جلوی پدرم هنوز که هنوزه پامو دراز نمی کنم. بله پدر جان 20 بار این داستانو تعریف کردی برام. داری بازم ادامه میدی دیگه؟ ببخشید. یه ذره معرفت رو از این بچه یاد بگیر. و اما مراسم ختمم، توی مراسم ختمم هیچ کس صحبت نکنه جز صحبت. صحبت به همه مدعوین آب میوه بده، اونم از نوع طبیعیش. و اما تقسیم ارث و میراث که بالاخره حق وراثه. یه لپتاپ دارم که میرسه به پویا جانم. دست درد نکنه. یه ماشین مدل بالایی هست که میرسه به دوست عزیز و گرامم بهرام. برای این صحبتم خانم هر چی تو کمدم دارم، یعنی هر چی دارم، ببخشید به صحبت. بابا تو اون کمد فقط لباس کهنه رو گذاشتیم. میدونم دخترم، این داره مهریه میده، ماهی دو سه تا سکه داره میده. مردم اینقدر با این لباسا دیدم، بدید این بپوشه بابا. ای بابا آفرین آفرین، من که خیلی لذت بردم از این تقسیماتی که شما انجام دادی. حالا نوبتی هم که باشه نوبت میرسه به این سویلای سختی کشیده و این بچه یتیمی که رو دست من بود. سهم سویلا همسر عزیزتر از جانم و بیتا تک گل باغ مهربان. بیتا جان مادر باشه این تلفن جواب بده دیگه، داشت سر من صدا میده، نشسته ما رو نگاه میکنه. الو بله چی؟ وای باورم نمیشه. چشم چشم از بیمارستان بود، باید بریم بیمارستان. بیمارستان؟ من واقعا شرمنده ام. پیش میاد. واقعا یعنی چی پیش میاد؟ من کلی تو این بیمارستان ها بدبختی کشیدم. ای آقا خدا رو شکر کنین که اشتباه بوده، الان خوشحال باشی که حالتون خوبه. شما با احساسات ما بازی کردین. من از همه تون شکایت میکنم، تا آخرش پای پرونده واقعی میستم. ببخشید آقای دکتر بیپروا، من این قضیه رو رسانه‌ای میکنم. شکایت هم کنید فایده نداره. فوقش چند ما من از تبابت محروم میکنن یا منتقلم میکنن یه بخش دیگه. یه اشتباه ساده رخ داده. منم انقدر خستم اصلا نمیدونم دارم چیکار میکنم. دیشب شیفت بودم، الانم جایی که همکاران وایسادم. تو بچه رو ببر خونه مامانت، اینا منم میام. باشه. نه بابا اصلا انقدر خستم نمیدونم دارم چیکار میکنم. چه سوالایی میپرسی؟ اشتباه پزشکی جزئی از پزشکیه. اون روز خانم پرستار به دلیل مشغله زیاد اشتباه میکنه و خون خسرو جابجا میشه. بنده بازم عذر میخوام. ایشون به دلیل مصرف قرصای چربی سوز دچار ضعف جسمانی شدید شدن. یه چند روزی استراحت کنن حالشون خوب میشه. من مطمئن بودم تو قرص خوردی. بابا بهرام حرف علکی داری میزنه، من باور کنم هیچ گونه قرصی نخوردم، تکذیب میکنم. روت هم زیاده. بعد به پسر من میگی؟ بابا اصلا اینجوری نبوده که، تقصیر من بود. چی تقصیر تو بود؟ من 4 تا از این قرصای لاغری رو ریختم توی لیوان آب میوه، گذاشتم توی یخچال، نشستم سریالمو نگاه کردم. رومو برگردوندم، این آقا بودو بودو رفته دم یخچال، در یخچال رو بکر، همه اینو سر کشید. خب من چی کار میکردم ناهی؟ من بار دوم دارم این سریال رو میگیم، واقعا دست زندگیه ها. امید برم خوشت بیاد.
آب میوه رو خوردیش؟ نخورم؟ معلومه که نباید بخوری. الان در یخچال باز میکنه، هر چی اون تو باشه برمیداره سر میکشه. یه سوال میکنه این آب میوه چیه، مال کیه؟ بعد برمیداره اینجوری میخورتش. ببخشید چرا؟ من طبق عادت اومدم در یخچال باز کردم، یه لیوان آب میوه اون تو بوده، برداشتم خوردم، زدم بر بدن. این اشکال داره از نظر شما؟ سویر تو نباید به ما چیزی میگفتی؟ پس واسه همین تو بیمارستان عذاب وجدان گرفته بودی. خب گفتم چیزی نمیشه که حالا 2 کیلو هم کم میکنه، هم برای سلامتیش خوبه، هم بیشتر رو فرم میاد، خوبه دیگه. بله چیزیش نمیشه که رو فرم میاد، همون بلایی که سر من آورد با این قرصا سر شما هم آورد. خانم دستی داشت منو میفرستاد سینه قبرستون، داشت منو میکشت. خیلی داری شلوغش میکنی نا، اتفاقی که نیفتاد، شما یه حساسیت ساده گرفتی که رفع شد. این آقا هم ضعف کرد، چند روز تخت بیمارستان خوابید، استراحت کرد، حالش بهتر شد، اتفاق آنچنانی نیفتاد. الانم به نظر من شما که از بیمارستان مرخص شدین، میریم جزایر قناری، ویلای ما، کلی استراحت میکنیم، حال و هوامون عوض میشه، یه آبی عوض میکنیم، عوضش حالمون خوب میشه. همه اینا رو فراموش کن. قناری کجا بود؟ با قناری ندارم، کجا جزایر قناری؟ بابا من تو اپروت بودم، مریض بودم، حاجی میگفتم، یه چرت و پرتایی میگفتم. شما جدی گرفتی؟ نه بابا، من از دار دنیا هیچی ندارم، تنها سرمایه های من 2 چیزه، یکی همسر مهربانم، یکی دختر عزیزتر از جانم. و سلام، یعنی کف دستم داری بکن بزرگ کلافم کردی دیگه، من رفتم. اون کس رو بایستی یه چند تایی سلفی با من نزید. سلفی میخوام چی کار کنم؟ یه خوبه قبل و بعد بندازیم با هم یه چند تا. بخند 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 قشنگ، بیشتر بیشتر دندونا تو بدون زیر. آه آناناس داره. پیتزا خورد. گلابی دو تا میگذاشت. چی؟ پیتزا خورد. دست درد نکنه. خدا رو شکر واقعا دوباره به دور هم جمع شدیم و میخندیم. انقدر که این نگرانمون کرد. انقدر من خوشحالم. انقدر من خوشحالم که حد نداره ها. اما خسرو پس این جزیره و نمیدونم کشتی و لپتاپ اینا همه کشک دیگه. ای بچه بی ادب، این چه حرفیه میزنی؟ من تحت تاثیر داروهایی که خوردم یه چرت و پرتایی داشتم میگفتم، من هیچی ندارم. ولی من بعدم نمیاد این کتاب خاطرات تو بخونم. آقای بهرام خان، اون کتاب حاویه تمام اسرار سفرهای من و اسرار تجارتهای منه. بعد اسمشو بذاریم کتاب خاطرات مارکو خسرو بلا. خسرو دلش کنی میگه چه تبرش من کش کردم. تو چته صحبت؟ چرا کشتیات غرق شده؟ چته این چیه؟ من مگم محیط سینما. نه خیر، این آبروی منه که دیگه انقدرش هم باقی نمونده. این تو الان ناراحتی خسرو زنده؟ نه بابا خیلی هم خوشحالم، ولی من رو حرفش حساب باز کرده بودم. سکه مهریه. ببین حاضر بود من بمیرم بهش اسم بس مهریه‌شو بده، اما نگران نباش، من یه شیرینی بابت سلامتی میخوام به شما بدم، اونو میکنم یه سکه میدم به تو، مهرتو بده. خوشو بخرجی میکنم. پس آنو بفرمین آبیوه بخوری. بفرمین. نخور یا نخور. چیه؟ باز داشت دوری تو چیزی ریختی؟ شوخی کردم؟ ای دیوونه، من اصلا گفتم تا 2 سال اینجا آبیوه نخورم و دیگه هم نمیخورم. بابا بخوری بابا. سب کن اینو عکس میخوام بگی. خودت چی؟ حالا من میام، حالا بعدم تو عکس. دست نذار دلم، آی دلم خونه، من خدا رو دارم اینطور که نمیمونه. این زمستونم میاد و میره، بهار میاد و خونه رو میتکونه. الهی خندمون اسیر غم نشه، سفره دلمون الهی جمع نشه. وقتی که دل تنگی امیدت کم نشه، خدا همون لحظه دل تنگ بندشه. من به یادت تو زندگیمو میسازم، من که با تو خوشم تنها باشم میبازم. من کنار تو زندگیمو میسازم، من که با تو خوشم تنها باشم میبازم. Thank you.
دلمون الهی جمع نشه، وقتی که دل تنگی امیدت کم نشه، خدا همون لحظه دل تنگ بندشه. من به یادت تو زندگیمو میسازم، من که با تو خوشم تنها باشم میبازم.